جلال روشندل استاد روابط بین الملل از سیاتل همراه ما هستن. آقای روشندل، اسرائیل میگه سپاه خطرناکترین و بزرگترین سازمان تروریستی در جهان هست. آیا دیگر کشورها همچنین محاسبه ای رو در این مورد دارن؟ با سلام، اجازه بدید در آغاز تبریک بگم به مناسبت سال نو و شروع قرن 15 به هموطنان عزیزم. در پاسخ به سوال شما باید بگیم که اگر فقط مبنای اظهارات آقای نفتالی بنت رو معیار قرار بدیم، آمریکا قرار استش که با ایران بر سر خروج سپاه از فهرست سازمان تروریستی به توافق برسه و علاوه بر اون به توافق هسته‌ای هم برسه. اما اسرائیل محاسبه میکنه که ممکنه در این توافق منافع اسرائیل در نظر گرفته نشده باشه و منافع امنیتی اسرائیل به خصوص رعایت نشده باشه. چندین کشور منطقه کم و بیش همین محاسبه رو دارن. غیر اتمی شدن برای آمریکا اولویت اول بوده، ولی بسیاری از کشورهای منطقه و حتی بعضی کشورهای اروپایی خواهان این هستن که علاوه بر غیر اتمی شدن، در کنار فعالیت‌های بی‌ثبات سازی ایران یک توافق کلی صورت بگیره. بنابراین خروج سپاه از لیست تروریستا این به اصطلاح نگرانی اونها رو تامین نمی‌کنه. اسرائیل تنها کشوری نیست که این محاسبه رو می‌کنه. امارات، بحرین، عربستان سعودی هم کم و بیش یک چنین محاسباتی دارن و فکر می‌کنن که آمریکا با توافق با ایران خیلی منافع امنیتی اونها رو در نظر نگرفته. خب آقای روشندل، به نظر شما چقدر این امکان وجود داره که آمریکا سپاه پاسداران رو از فهرست سازمان‌های تروریستی خارج کنه و اگر این اتفاق بیفته چه هزینه‌ای رو برای آمریکا و متحدان آمریکا در منطقه در پی خواهد داشت؟ خب دست کم تا کنون معلوم استش که پشت پرده یک مذاکراتی بین ایران و ایالات متحده بر سر این قضیه در جریان هستش و امکان اون تحت شرایطی وجود داره، ولی اون چی که مشخص نیست و ابهاماتی که وجود داره متعدد هستن. اولا اینکه تا چه حدی این قضیه میتونه حتی منافع امنیتی خود آمریکا رو تامین بکنه. سوالاتی که مطرح هست این هستش که آیا سپاه فقط از تهاجم به اماکن استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه خودداری خواهد کرد و یا به طور کلی اصلا این منافع امنیتی چجور تعریف شده؟ مثلا حملاتی که همین 48 ساعت گذشته توسط حوثی‌هایی که مورد حمایت ایران هستند به اهداف غیر نظامی در عربستان به عمل اومده، آیا ادامه پیدا خواهد کرد؟ طبیعتاً اگر که مثلا روابط ایران رو با گروه‌های فلسطینی در نظر بگیریم، حماس، جهاد اسلامی و حزب الله، آیا اونها همچنان به حملات خودشون علیه اسرائیل ادامه خواهند داد؟ آیا سپاه از حمله حوثی‌ها به امارات حمایت خواهد کرد؟ همه اینا سوالاتی است که براش جواب وجود نداره در حال حاضر و میتونه هزینه امنیت منطقه رو سنگین‌تر بکنه. بنابراین امنیت آمریکا و متحدینش در منطقه میتونه با این پارامترها مورد تغییر و مورد تهدید قرار بگیره و مشخص نیست که با این ترتیب اصلا اگر هم توافقی صورت بگیره خیلی پایدار باشه. طبیعتا خود آمریکا هم این رو نخواهد پذیرفت که اول لیست تروریستا رو اصلاح بکنه و سپاه رو خارج بکنه و بعد مواجه بشه با یک چنین حرکاتی در منطقه.